چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سلام مخصوص بر بینندگان محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. 10 روز از بهار سال 1995 گذشته، فکر میکنم بلکم یه 12 روز گذشته، 1390، ما همیشه اینا رو اشتباه میگیم، یکی جلوتر از اون یکی. به هر حال ما خیلی خوشحالیم که باز موقعیتی پیش اومده که ما اومدیم خدمت شما. و هیچ وقت من دوست ندارم شکایت کنم که آره شما نمیدونید چقدر من زحمت میشم فلان، نه اینا هیچ اهمیت نداره، ولی خب زیاد ساده نیستش که ما بتونیم بیاییم جلوی شما بشینیم و بتونیم اون موقعیت خودمون رو حفظ بکنیم و با لبخند و صحبت‌های مثبت با شما حرف بزنیم. خیلی خوشحالم که باز دوباره امروز در ضیافت گفتگو با شما هستم و امیدوارم شما هم در ضیافت گفتگو با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه حضور به هم رسانید و ما رو از اطلاعات و گفتار و بقیه صحبتهایی که دارید ما رو بهرمند بفرمایید. هر هفته ای که میگذره فکر میکنید دیگه این آخرشه که این مسلمان های بدبخت دنیا رو دیگه ول خواهند کرد با تمام این بدبختی که دارن اینا، با تمام این بزن بکوبایی که هست. بعد یکو میبینیم باز دوباره یه بزن بکوب دیگه شده، این دفعه در یک جای به نام پاکستان، فکر میکنم لاهور مثل که در پاکستان هست، اینم من درست اطلاع ندارم، ولی اینطوری به ما گفتن که لاهور یک شهری هست، پایتختی هست، پایتخت یک استانی هست که در پاکستان هست. خب حالا البته این هفته گذشته جمعه، شنبه و یک شنبه، این 3 روز برای یهودیای دنیا خیلی خیلی مهمه و اینو بهش میگن پاس اوور. نفرینی که کسی کرده بوده برای اینها، این نفرین از سرشون جدا میشه، یعنی از سرشون میگذره که اینها زیاد به اصطلاح درد و رنج نشن تا 24 ساعت از وقتی که آفتاب غروب میکنه روز جمعه تا اون موقعی که غروب میکنه شنبه، این پاس اوور هست. و این طور که میگن ما نبودیم نمیدونیم، ولی خب این افرادی که به عنوان منجی و دین موسی سعی دارن میکنن کارهایی بکنن که هیچ ربطی به حضرت موسی نداره، به هیچ وجه حضرت موسی این کارا رو نکرده،
ولی خب این افراد اومدن و این کارها رو میکنن و به اسم حضرت موسی دارن میگن که بله ما حضرت عیسی رو کشتیم برای اینکه میخواست پادشاه بشه و در دین یهودی پادشاه یکی بیشتر نیست. حالا گوش کنید و میگیم کی اون پادشاه؟ میگن بله اون پادشاه پادشاهی که در عرش نشسته. خب ما سوالمون هست که این عرشی که شما میفرمایید اون پادشاه در عرش نشسته، این عرش طول و عرضش چقدره؟ ایشون جایی که نشسته چقدر هستش که روی این نشسته؟ در ضمن وقتی که کسی روی چیزی میشینه این موقعیتش دیگه مشخصه کجاست، نمیتونی بگی اینجا بود حالا رفته اونجا، حالا اونجا رفته این ور، حالا رفته این ور. پس بنابراین اگه میگید الله سبحانه و تعالی روی عرش نشسته، به این معنی هست که شما میدونید این عرش کجاست و چون میدونید این عرش کجاست موقعیت الله سبحانه و تعالی رو محدود کردید. و وقتی که اون خالقی که همه چیز رو خلق کرده از هیچ خلق کرده و گفته باش و شده، اینو شما دارید میارید محدودش میکنید که این خالق مثل من و شما هست و صندلی داره، نم کرسی داره، نم دست و پا داره، مثلا میشینه پاشو دراز میکنه این طرفی، میشینه دستش اینطوری میکنه. همه اینها خرافاتی هستش که شما رو از دین خودتون دور بکنن، به سرازیری فقر دین، به سرازیری گمراهی و سرازیری نادانی شما رو بذارن، که وقتی که شما تو اون سرازیری افتادی هر چی اینا بگن باید قبول کنی. حالا جالب هم اینجاست که از لحاظ تاریخی حضرت عیسی علیه السلام 32 سال در بین این مردم بودن و همه رو به راه الله سبحانه و تعالی بشارت می دادند و به اینها اطلاعات می دادند که چی هست و چی نیست. ما مثل که دستامون رفته پایین، اینم سبحان الله، ببین اینم جا به جاش کردن. وای بله. بعد طوری مانمود میکنن که حضرت عیسی علیه السلام در بین این جمعیت که بوده برای 32 سال هیچ کس ایشون رو نمیشناخته. پس بنابراین وقتی که رومی ها اومدن و یهودی های اون منطقه به رومی ها گفتن که چه نشستید، یکی هست اومده اینجا میگه من پادشاهم و میگه من پادشاهم و یک تاج پادشاهی دارم و میخواد پادشاهی کنه و اگر این کارو بکنه روم از بین خواهد رفت، چون این میگه پسر خدام هست به غیر از این که میخواد پادشاه بشه. البته تمام اینها دروغه، هیچ کدومش درست نیست. اونهایی که علم دین دارید، اونهایی که دینشناس هستید، برید بپرسید. یهودیای این دور زمان با کمال وقاحت میگن بله ما بودیم که حضرت عیسی رو کشتیم، ما بودیم که حضرت عیسی رو کشتیم چون ایشون میخواست پادشاه بشه. و در ضمن وقتی که اون هفته پاس اوور بود، پاس اوور مثل اینکه یک وقایعی هست که وقایع زیاد خوبی نیست و این واقعه یا این گرفتار میکنه مردم رو، این چیز بعد که بهش میگن پاس اوور، واقع شوم که میاد، این 3 روز طول میکشه و تموم میشه. به همین نسبت هم هست که میگن جمعه شنبه، یک شنبه عصر که میشه، غروب آفتاب عصر میشه، پاس اوور تموم شده و تمام این بلاها از این قوم یهود رفته، چون اینها کارایی رو کردن که به قول خودشون
حضرت عیسی رو که میگن پسر الله سبحانه و تعالی است، اینا کشتن و بعدم اینو بردن گذاشتن توی یک قبر سنگی، همون روز جمعه بردن گذاشتن، هم روز یک شنبه رفتن ببینن این آقا کجاست، دیدن نیست. بعد داستانهایی تعریف میکنن، او چه داستانهایی، چه حرفایی که آدم گوش میکنه، واقعا چیز میشه، یه ذره شکسته میشه، افسرده میشه که چطور امکان داره یه قومی برای اینکه خودشون رو جا بندازن اینقدر دروغ میگن، اینقدر دروغهای گنده میرن بدون اینکه کوچکترین خجالتی بکشن، شرمی داشته باشن. و تمام داستانم این هستش که وقتی که این افراد روم میان که حضرت عیسی رو پیدا کنن، حضرت عیسی در یک باقی بوده به نام گفسمنی گاردن، یک باقی اونجا بوده در اورشلیم یا جروسلم یا بیت المقدس، و حضرت عیسی علیه السلام با اون افرادی که ایشون رو میشناختن، با اون افرادی که از ایشون تبعیت میکردن با هم بودن، و اون شبی که قبلا بوده یک شام هم با هم خورده بودن که بهش میگن شام آخر. بعد از شام آخر بودش که رومی ها، سرباز های رومی اومدن توی اون محلی که این افراد نشسته بودن، و چون هیچ کس نمیدونست حضرت عیسی کدوم اینها هست، یکی رو پیدا کرده بودن به نام جودث، و جودث به اینا گفته بود $10 به من بدین، من معرفی میکنم این عیسی کدومشون هست. بعد اونام یه پولی به این داده بودن و این رفت و بعد از شام تو باغ که داشتن گردش میکردن، رفت دستشو گذاشت رو شونه حضرت عیسی علیه السلام و این نشانه رو داد به سربازای رومی، و اینا اومدن و حضرت عیسی علیه السلام رو به قول چیزهای خودشون گرفتن. نه تنها گرفتن، بعدم بهش، به حضرت عیسی تهمت زدن که تو میخوای پادشاه بشی، حالا بهت نشون میدیم پادشاه کی هست. یک دونه از خارهای نملقیلان و پقیلان، اونجا یه خارهایی هست که خیلی تیزه، مثل این سیمایی هستش که دوره برای یه جایی میزن که کسی نتونه بره، سه تا شعبه اینطوری داره، اگر هر دفعه برید لتو پارت میکنه. خار مقیلان، از اینها یک دونه کلاه برای حضرت عیسی درست میکنن که اینو بذار سرت که پادشاهی، بس بیا بریم. البته این روایتیه که اونهایی که غافل هستن میگن و تکرارم میکنن. پس بنابراین اون روزی که حضرت عیسی شناسایی شد، 32 سال بین این مردم زندگی کرده بود حضرت عیسی. هیچ کس حضرت عیسی را نمیشناخت. ایشون سخنرانی میکرد، در کوه سخنرانی میکرد، در یک معبد سخنرانی میکرد، در جاهایی که مردم جمع میشدن سخنرانی میکردن، و همیشه هم ایشون میگفت من هرچی میگم از طرف الله سبحانه و تعالی است که دارم میگم، از خودم چیزی نمیگم. بعد وقتی که این شخص که به قول این جودث شناسایی شد و این شخص دستشو گذاشت روشونه حضرت عیسی علیه السلام و سربازای رومی اومدن ایشونو گرفتن، یک تاج خار مقیلان یا خار هرچی هست درست کردن گذاشتن سر حضرت عیسی ابن مریم، و این خب بالاخره خار دیگه، پنبه که نیست، خراش داد سر حضرت عیسی علیه السلام رو، و ایشون رو با خفت و خاری سعی کردن ببرن به جایی که باید اعدام بشن. خب حالا البته من نبودم اونجا، شما هم نبودی، ولی این داستان یه اشکالی داره. اشکالش هم اینه که حضرت عیسی بین این مردم 32 سال 33 سال بوده، هیچ کس هم نمیشناسه ایشون رو، فقط یه شخص میشناسه به نام جودث که یه پولی هم گرفته برای این کار که بگه برای ایشون هست، بعد یه شخصی رو گرفتن. بعد قرآن خیلی 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 واضح این صحنه رو ارائه میده به مردمی که در دنبال حقیقت هستن، میخوان حقیقت رو پیدا بکنن. الله سبحانه و تعالی میگن ببینید، حضرت عیسی رو نکشتن، حضرت عیسی رو به صلیب نکشیدن،
اینا فکر کردن این کارو کردن، ولی این امر به اونها مشتبه شد. بعد الله میفرمایند که ما حضرت عیسی رو بردیم به طرف خودمون. بعد حضرت عیسی کسی نیستش که به صلیب کشیده شد. داستان زیاده که حضرت مریم ابن حضرت عیسی ابن مریم تشریف میارن و در پای این دار میگاه میکنن و گریه میکنن که وای این پسر من هست، 32 سال، 33 سالشون هست، این جوون 33 سال هم خب اون زمان 33 سال برازه مثل 60 سال حال هست دیگه، ما نمیدونیم این چی داره، ولی انقدر که میدونیم از اطلاعاتی که اینا میدن، هی میبینی که هی این ورش شکاف داره، هی اون ورش شکاف داره، هی این ورش باد میره، هی این ورش فلان میشه. به هر حال حضرت عیسی هم به قول اینها اون شخصی رو که حالا گذاشتن به صلیب دارن میکوبن، با صحبتهایی یک حالت تنفر از خالق خودش رو ابراز میکنه، میگه چرا من رو گذاشتی که اینا اینطور من رو به دار بکشن. لغتش هست why thy hast forsaken me، یعنی چرا شما من رو فراموش کردی، من اینقدر برای تو کار کردم، الله من اینقدر برای شما کار کردم، حالا گذاشتی من اینا به دار بکشن. اونجا هستش که الله میگن لا قتلو لا سلبو، و این امر به اینها مشتبه شد. حالا این کار انجام میشه و خب روز جمعه بوده دیگه، و معمولا هم وقتی که آفتاب غروب میکنه هر یهودی که راه دینش رو بلده باید حتما قبل از غروب آفتاب برسه خونه که تدارکات پسوور رو ببینه. برای تدارکات پسوور چیزای مختلف هست، ماتزابال میگن، یه چیزای هست گرده که خمیره، ترفالگا فش بهش میگن، یه ماهی های عجیب غریبی هستش که اینطور میخورن، بعد سبزی هست و فلان فلان، کلی مراسم اینطوری هست، لیون برید هست، نونهایی که اصلا مزه نداره، فلان نداره، مهمان نداره، اینها جزء تشریفات یهودی ها هست که این روز شوم رو که به نام پاسوور هست از سر خودشون وا کنن. منتها غافل از این که در این روزی که شوم هست بزرگترین گناه زندگیشون رو کردن و به دروغ اومدن گفتن که ما حضرت عیسی رو کشتیم. بارها گفتن در این برنامه های مذهبی که در چیز شروع میشه، در یکی از این تلویزیون ها شروع میشه و مردم استفاده میکنن، خیلی قشنگ خیلی قشنگ میان میگن بله ما حضرت عیسی رو کشتیم، ما بودیم حضرت عیسی رو کشتیم، خجالت هم نمی کشه. آخه تو چوری حضرت عیسی رو کشتی؟ اگه حضرت عیسی پسر الله هست چطوری میتونی اون کسی که پسر الله هست رو بکشی؟ اگه الله هی میگه بابا اینا نکردن این کارو، فکر میکنن این کارو کردن. و اون روزی هم که این کارو داشتم میکردن، بین اون جایی که حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر الله سبحانه و تعالی، حضرت عیسی ابن مریم، وقتی که ایشون رو داشتن می آوردن به طرف اون جایی که باید به دار آویخته بشن، البته دار اون زمان هم میخ بوده که مثل که یه میخ تو حلقتون می زدن، یه میخ به این دستتون می زدن، یه میخ به این دستتون می زدن، بعد پاهاتون هم بزشن رو هم، یه میخ بلندتر به پاهاتون می زدن که به تدریج خون از تنتون بیاد بیرون، وحشیت رو ببینید، به تدریج خون از بدن شما بیاد بیرون. و بعدم خب بالاخره خون آدم که رفتش دیگه چیزی نمیمونه. بعد اینا با کمال وقاحت میگن بله ما این کارا رو کردیم، و این کسی که میگفت پسر الله هست اینو ما کشتیمش اینطوری. حالا تکلیف خودتون رو بدونید، اگر شما یه غلطی بخواید بکنید شما رو هم اینطوری میکنید. بله قرآن خیلی واضحه که همچین خبری نشد و حضرت عیسی رو نکشتن، حضرت عیسی رو بردن به طرف بالا. بعد که حضرت عیسی رو به صلیب کشتن به قول خودشون که میگن ما ایشون رو به صلیب کشیدیم، بعد که یواش یواش داره تاریک میشه، خب این روزاست دیگه، مثلا ساعت 3:30-4 این کار رو کردن، خب تقریبا ساعت 7
هفت و نیم داره تاریک میشه، از این دو سه ساعت بعد اومدن رو یه چیزی آوردن، یه جسد رو آوردن پایین با این تاجی که رو سر به قول خودشون این حضرت عیسی هست رو گذاشتن، ایشون رو میذارن توی یه چیز رو میبرن قبرستان و یه قبر سنگی بوده، ایشون رو میذارن تو اون و اون سنگ رو میکشن رو این قبر. حضرت عیسی قبل از اینکه این اتفاقات بیفته به اونهایی که پیرو ایشون بوده میگفته که بابا زیاد به خودتون غم راه ندین، الله سبحانه و تعالی منو حفظ خواهد کرد، هیچ کس نمیتونه منو بکشه، فرق نمیکنه یهودی باشه نصارا باشه، هرچی اون موقع که نصارا نداشتیم، یهودی باشه یا غیر یهودی باشه، اونجا خب سبتهای مختلف بودن در زمان حضرت عیسی علیه السلام. و ایشون میگه که بله ببخش، بله ایشون میگه که بدونید که اینها نمیتونن به من صدمه‌ای بزنن. چرا؟ اون خالق من، نمیگه پدر من، خالق من. هیچ وقت حضرت عیسی نگفت من ابن الله هستم، هیچ وقت نگفت، ابن مریم گفته همیشه خودشو، مریم خب مادرش بود، زایده بود، ابن مریم. بعد ایشون گفتش که بله اینهایی که این کارا رو دارن میکنن اینطور هست و اونطور هست فلان. بعد که حضرت عیسی علیه السلام، عیسی ابن مریم، آخرین قطره های خون به قول اینها از بدنش جدا میشه، البته اونی که اون بالا بوده دیگه حضرت عیسی نبوده، حضرت عیسی رفته بود اونجا نبود، این جسد رو میارن میذارن توی قبر و یه دم میرن و فلان این حرفا. بعد هی هم صحبت سر این هستش که حضرت عیسی گفته من بر میگردم، خب ما باور میتونیم بکنیم، درسته بر میگرده حضرت عیسی. بعد این داستان حضرت عیسی خیلی شیرین، خیلی قشنگ، خیلی خیلی واضح جلو چشتون هست که چطور یک گروهی میتونن این داستان به این زیبایی رو بچرخونن، اینطوریش بکنن. بله بعد حضرت عیسی علیه السلام دیگه نیستن، ولی به تمام دوستاشون و حواریون یا اونهایی که دورور ایشون بوده ایشون اطلاع داده که ببینید من روز سوم برخواهم گشت، به همه شما من خودم رو ظاهر خواهم کرد، بعد از 24 ساعت یا بعد از یه هفته یا هر چقدر هست دیگه شماها منو نخواهید دید تا زمانی که این آیات قرآنه، تا زمانی که الله سبحانه و تعالی منو باز دوباره برگردونه به این دنیا و به اون قسم به اون روز میخوره، قسم به اون روزی میخوره که الله سبحانه و تعالی ایشون رو برخواهد گردوند و ایشون در این چیز زندگی خواهد کرد، در این سیستم دنیایی زندگی خواهد کرد و تا موقعی که وقت همه برسه حضرت عیسی باشه، حضرت که افراد دیگه باشد، اینها بتونن به اون روزنه فرار به طرف الله سبحانه و تعالی برسن و بتونن با الله سبحانه و تعالی یکی بشن. البته ما همه این انتظار رو داریم، خب بعضی ها براشون خیلی ساده تر هست، مثل حضرت عیسی علیه السلام که در تمام عمرش خادم مردم بوده، در تمام عمرش کارهایی کرده که هیچ کدومش رو نگفته من کردم، همیشه هم گفته به اسم الله سبحانه و تعالی، ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت هم عیسی میگفته به اسم الله رحمان الرحیم میگفته، هیچ وقت صحبتی از پدر و مادر این حرفا نبوده. بعد یه عده برای این که میخواستن آب توی قضیه بکنن این کارا رو میکنن. بعد وقتی که حضرت عیسی علیه السلام بعد از 3 روز ظاهر میشه به اون افرادی که دوستاش بودن و از ایشون تبعیت کرده بودن، میگه ببینید من اومدم حالا که به شما وعده بدم،
در یک مقطع زمانی من باز بار بر خواهم گشت و در اون زمان هست که پیغمبرهای دیگه الله سبحانه و تعالی که رفتن اونها هم مبعوث خواهند شد و ما به شما نشان خواهیم داد که جز الله هیچ چیز دیگه نیست، فقط الله. از این زیباتر کلام حضرت عیسی علیه السلام هیچ چیزی نیست جز الله سبحانه و تعالی. و در اون روز هست که ما همه زندگی خواهیم کرد. البته خب ما ها که چه عرض کنم موقع کی خواهد بود و کی نخواهد بود، حضرت عیسی علیه السلام در میون ما زندگی خواهد کرد، ما نه، در میون مردم این دنیا زندگی خواهد کرد تا وقتش برسه و مزه کنه زایقه یعنی مزه کردن مردن رو ایشون بچشه. بعد در این راستا الله سبحانه و تعالی میفرمان که هر چیزی رو که من خلق کردم حتما باید مزه کنه، بچشه موت رو تا بتونه برگرده به طرف من. این هست که حضرت عیسی بدون این کار رفته اونجا، انشالله برخواهد گشت، در میون همه زندگی خواهد کرد. بعد امام غایب، امام زمان، ایشون هم در یک همچین مرحله‌ای هستن. اینها همه با هم تحت نظر الله سبحانه و تعالی هستن و هر کدوم در یک منطقه ظهور خواهند کرد و همه به اتفاق میرن یه جایی به نام بیت المقدس و در اونجا هستش که یه افرادی که تا حالا سعی کردن مردم بدبخت بیچاره اون منطقه رو یا جاهای دیگر رو انقدر تو سرشون بزنن، انقدر اذیتشون بکنن، اون موقع خواهند دید که این کار صحیح نیست و نمیتونن خواست الله سبحانه و تعالی رو تغییر بدن. اگر الله بخواد چیزی اتفاق بیفته خواهد افتاد، اگر نخواد نخواهد افتاد. البته ما بارها اینو گفتیم، دوستان عزیز، اون بینندگان محترمی که صدای ما رو میشنوید، قرآن به زبان عربی هست. این زبان عربی، زبان عربی فصحا بهش میگن، یعنی اون زبان خالص عربی هست که در حال حاضر هیچ جای دنیا صحبت نمیشه. یه جا در مصر اون عربی مصری، یه جا در مغرب عربی مغربی، یه جا در مراکش مراکشی، یه جا فلان 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 فلان. تنها جایی که یه مقدار از این فصحا داره صحبت میشه در حجازه، یعنی اون شبه جزیره حجاز، یه تیکه از یمن هست، یه تیکه از عربستان هست، اینا هنوز اون شالوده فصحا رو دارن. و در ضمن تعجب آور هست که چطور امکان داره یه کسی که عرب زبان هست قرآن رو بخونه و نفهمه قرآن چی میگه. چون بارها شده شما اینو خوندی میفهمید، از ما یکی پرسید آقای مهندس شما این حرفا رو که میزنی از کجا آوردی میزنی؟ من رو بیخبر از همه چی گفتم، من اینو در قرآن دیدم و در قرآن خوندم. با تمسخر این شخص نگاه کرد به من و گفت قرآن رو خوندی؟ مگه میفهمی؟ خب آیه قرآن هست، الله سبحانه و تعالی میگه اگر من بخوام شما فهم قرآن رو بدم هیچ کس نمیتونه جلوتون رو بگیره. و من این آیه رو برای این شخص خوندم که الله اینطوری گفته اگر الله بخواد فهم قرآن رو به من بده نخواستم ایشون رو ذلیل بکنم، گفتم الله گفته هر که رو بخوام بهش این اطلاعات رو میدم، هدایت میکنم، فهم قرآن رو براشون سهل میکنم.
در یکی از سوره های آخر قرآن هست. من اینا رو باید حتما بنویسم که کدوم سوره هستش که بارها این گفته میشه که با سهل فهم سهل فهم سهل، که ما فهم اینو سهل کردیم برای شما که بتونید ببینید و بفهمید چی هست. بعد این اشخاص یه ذره ما رو تمسخر کردن و فلانی حرفا، و بالاخره داستان طولانیه. الله همونطور که ما همیشه میگیم الله همه جا هست. یکی از این مساجد دوره بر ما در ویرجینیای شمالی، یه روز ما از مسجد اومدیم بیرون، بعد یه عده اون جلو نشسته بودن و صحبت میکردن و فلانی حرفا، تو بر از این ور از اون ور شد و من گفتم الله مثل من و شما نیست که چش داشته باشه، دماغ داشته باشه، دست داشته باشه. یکی گفت چرا این حرفو میزنی؟ الله گفته من دست دارم، ید الله فوق ایدی هم. گفتم خیلی خوب، اگر الله یدش فوق ایدی هم هست تا کجا هست؟ آیا فقط منظومه شمسی هست یا منظومه های دیگر هم در بر میگیره؟ اگرم میگیره خب این الله کجا نشسته؟ این سری گفت در عرش. گفتم بس عرش چی هست؟ گفت تخته، تخت و تاجه. بعدم گفتم خب این تخت و تاجو کی دیده که داری این حرفو میزنی؟ که یکی در مراکش، یکی در عربستان، یکی در تونس، یکی در این و اون و بیاد و بگه که من پادشاه هم، برای این که قرآن گفته که ما پادشاه هستیم پس با من کاری نداشته باشین و بدترین فجایع به بار میاره. اونایی که در عربستان هستن بدتر از همه این کارا رو انجام بدن. خلاصه بعد من بهش گفتم که برادر عزیز من، من فکر میکنم و ایمان به این دارم که الله همه جا هست. میگفت نه، الله همه جا نیست، الله فقط در عرشه. گفتم خب این عرشی که شما میفرمایید کجاست؟ گفت همه جا. گفتم خب اگه همه جا هست ما اونو قبول داریم، ولی اگه میگی الله در عرشه و فقط اینجاست، این عرش اینجا هست، اون دیگه الله نمیتونه باشه، محدودش کردیم. الله نمیتونه محدود بشه، به مجردی که محدود شد دیگه الله نیست. اللهی که ما میگیم سبحان الله و به حمزه سبحان الله العظیم، اللهی که ما همش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که همه صحبتهای ما در راستای الله هست، و شما میخوای الله رو محدودش کنی که بله الله در عرشه، این عرش هم همین الانه بالا سر ما توی فاسچرچه. خب برای اونایی که تو کره شمالی و جنوبی دارن زندگی میکنن الله اونجا کجاست؟ بعدی خیلی ناراحت شد، یه سوال از من کرد. البته خب انسان باید خیلی مواظب باشه، بعضی ظرفیت درکشون ممکنه زیاد درست نباشه. برگشت به من گفت تو میگی الله همه جا هست؟ گفتم بله. برگشت گفت توی مستراح هم هست؟ یه نگاه کردم بهش، گفتم میدونی چیه برادر، به نظر شما مستراح کجاست؟ یه جاییه که موی گند از همه داره در میاد، اونجا رو مستراح میگی؟ اگر الله بخواد اونجا باشه، خب اللهی که خلق کرده شکم شما رو، این چیزا رو بخوری همه هضم بشه، طفولاتش اینطوری بیاد و بو داشته باشه. اگر میخواست الله عطر میزن به همه این چیزا. بعد بعضی ها یه ذره چیز میشن، خیلی خیلی ناراحت میشن که تو کافر هستی که این حرفا رو میزنی. خیلی خوب، ما یه حرفی بود زدیم، اصراری هم نداریم شما قبول کنی. یک روزی خواهد رسید، شما میتونید ببینید که بله، میتونید ببینید که بله، این صحبت هایی که همیشه شما گفتید و این ور کردید و اون ور کردید اصل و پایه ای نداره. الله همه جا هست. بعد خب برای بعضی، خود منم همینطور، یعنی منم
چیزی سرم نمیشه که بگم بله ما همه چی میدونم، من هم چیزی سرم نمیشه، ولی تا اونجایی که فهمیدم الله به هیچ وجه شبیه من و شما و بقیه نیست. و اینو در سوره اخلاص ما میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب این خیلی ساده از فهمیدنش. سوره اخلاص با 5 آیه 5 جمله انقدری تمام شالوده هستی الله رو به شما نشون میده که دیگه زیاد درگم نباشی، سردرگم نباشی که یکی بیاد بگه نه اینطوری نیست، یکی بگه نه اینطوری هست و صحبت های دیگه ای بشه. بعد قرآن به زبان فصیح عربی فصح نازل شده. نازل شدن یعنی از یه جایی بالاتر اومده پایین تر که ما بفهمیم، برای فهم ما اومده پایین، نزول کرده، نزول کرده که وقتی که ما میفهمیم این قرآن رو میتونیم در زندگی خودمون اون حالت صعود به طرف الله رو پیدا بکنیم که برخلاف بعضی از صحبت ها یه عده میگن بله این معنیش این هست معنیش اون هست. و متاسفم چون در هر اجتماعی در هر مکتبی خب تعداد زیادی از ما هستن که خب ما اینقدر اطلاعات نداریم که بتونیم بگیم این درسته یا نداریم، میگیم پیش یه نفر، اون یه نفر هم یه نگاه میکنه به شما، اگه کچلوار تمیز تنتون هست کفش فلان رو میگم، البته کفشتون رو بیرون باید در بیرون، بعد یه نگاه به سر کرده شما میندازه تو چشمش، برای خودش این ماشین حسابش کار میکنه که خب از حسن اجلالی میمتن $10 در بیارم این روز، بعد میگه بفرمایید میشه آقای چایی هم برایشون بیار و فلان رو بهمان آره بله این طوره بله اون طوره کنم. بعد وقتی که شما بر میگردی بهش میگه آقا این حرفا رو از کجا آوردی، میگه چطور مگه، کنم آخه اینا که در قرآن نیست، اه قرآن رو خوندی مگه میفهمی؟ اینجا هستش که الله سبحانه و تعالی میفرمان با بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن رو باز کنید، از هر جاش که باز شد بگید یا الله این لغات و جمله های شماست، فهم اینم به من بده. خب الله مثل من و شما نیست که $2 بده که خزانش خالی بشه، الله بی انتهاست، نه من نه شما، میلیاردها جمعیت هم بخوان بفهمم اون رو هم میده سهمشون رو، ولی الله سبحانه و تعالی از همه بیشتر به شما نزدیکه، حتی میگن از این رگ شریان اینجا به شما نزدیکتره، حبل الورید بهش گفتن، حالا ما حبل الورید نمیدونیم ولی خب ورید فکر میکنم چیز باشه، رگ باشه، حبل الورید. بدونید الله به خیلی ها خیلی چیزا داده، اینها معانی خیلی چیزا رو میدونن ولی رسیدن به یه جایی که اینها رو گذاشتن یه جایی کلا سرش گذاشتن که مبادا یه دیم بفهمن و دیگه به من حق و حقوقی ندن اینجا، این فکر میکنه که الله اینو نمیدونه، الله از هر کاری که بکنید و نکنید اطلاع داده، چه پنهان چه آشکار. پس بنابراین وقتی که کسی به شما میگه آقا این الله کجاست، این الله چی هست، این الله من میخوام ببینم، خب مانعی نداره، حضرت موسی هم خواست ببینه، حضرت موسی هم گفت یا الله من دیگه نفله شدم، من دیگه عاصی شدم، ببخشید من عاصی شدم که چرا من نمیتونم شما رو ببینم،
الله سبحانه و تعالی ندا داد حضرت موسی، من طوری نیستم که تو بتونی گنجایش دیدن من رو داشته باشی، فقط به این کوهی که اینجا هست نگاه بکن، من یک چیزی از خودم رو به این تجلی میدم، ببین چی میشه. حضرت موسی همینطور که نگاه میکرد یکوی تمام این کوه ترکید، تیکه تیکه شد. حضرت موسی هم از ترسش قش کرد و افتاد. بعد که حالش یه ذره جا اومد، باز ندا اومد که موسی، من رو هیچ کس نمیتونه ببینه با این چشما، اینها چشمای بدنه، شما منو با چشم داخل خودت میتونی ببینی که قلب میگن. قلب هم البته این عضله نیستش اینجا که این پاپ میکنه. بعد بعضی وقت میگه من نمیخوام کار کنم و سکته میکنیم و میبینیم. این عضله چیز هست، عضله قلب هست که میتونه این کارا رو بکنه. و الحمدلله که اینطوری. و حضرت موسی علیه السلام هم جزء پیامبرها خیلی پیامبر خوبی بود، کلی زحمت کشید برای این مردمی که از مصر اینها رو آورد به صحرای سینا، اینا رو آورد از اون جایی که همه اینها رو میکشتن و بدار میزدن و اسارت میگرفتن و برده میگرفتن، حضرت موسی اینها رو آورد به آزادی اون جایی که الله به اینا گفته بود که من به شما میدم. ولی اینها به مجردی که رسیدن اونجا، یه کسی بوده به نام سامری و یه مقدار علم شعبده بازی داشتن، علم از این چیزا داشته، بعد به همه میگه که ببینین این آقای موسی که این حرفا رو میزنه همش دروغه، هر چی دارین رو جمع کنید بیارین اینجا، بریزین اینجا، من رو ذوبش میکنم و ازش یک گوساله میسازم، بعد ببینید گوساله باهاتون حرف میزنه یا نه. خب همه این کار رو میکنن، میان هر چی طلا داشتن و جواهرات، بلن جواهرات که چه ارزم، طلا و نقره و فلان این حرفا، میریزن توی جایی اینا همش ذوب میکنن، یک گوساله درست میکنن و این حرفا. سامری که اون کسی بود که این کار رو داشت انجام میداد، به اینا گفتش که ببینید بیه جمشین اینجا. و در اون لحظه الله سبحانه و تعالی به این سامری قدرتی داد. این قدرتی که الله سبحانه و تعالی به سامری داد قدرت مافوق بشره. بعد این هم دستشو اینطوری کرده، اونطوری کرد، فلان کرد، این گوساله که از فلز ساخته بود شروع سر صدا کردن. بعد همه فون وای این الله، حالا توجه کردین، یعنی این پیغمبر یهودیا که اینقدر زحمت بر اینا کشیده بود، اینا رفتن دنبال شرک، رفتن دنبال نادانی و نفهمی و تا امروز اینا سرگردان هستن، نه یک دره، نه دو برخه، نه دو سره، هر دفعه که میخوان جایی برسن سرگردانن. چرا؟ در جهت اطاعت و خیر بشریت پیش نمیرن و همیشه فکر میکنن خودشون بهتر و برتر از دیگران هستن. ما تبریک میگیم به اون افرادی که واقعا دین موسی رو دارن اجرا میکنن، افرادی هستن که معتقد هستن به حضرت موسی علیه السلام. شما وارسته هستید و رستگار خواهید شد. اونهایی که فکر میکنن چیزای دیگه است، همه تون ول معطلید و روزهای ناخوشایندی در پیش است. و بالاخره ما امیدواریم که همه قبل از این چیزها به راه راست خودتون رو برسونید و دست از این کارهای زشت که در دنیا دارید انجام میدید بکشید. یک دنیا تشکر از لطف شما، تبریک میگم به دوستان یهودی برای پاسوور، تبریک میگم به دوستان مسلمان به عنوان نوروز،
تبریک میگم به بقیه ادیان که از این مسائل خیلی خوب برداشت میکنن، و امیدوارم در یک جایی انشالله همه همدیگه رو ببینیم و نگاه بکنیم ببینیم این الله دست داره، پا داره، چش داره، یا یه چیزی دیگه است. یه نور سماوات و الارض، الله میفرمانه الله نور سماوات و الارض. بعد الحمدلله. خیلی تشکر از حضور شما، ببخشید ما یه ذره دیر کردیم و یه برنامه ما بالا پایین شد و این حرفا، ولی الحمدلله رسیدیم خدمتتون. این دستگاه ها رو بچه ها بعضی وقتا دستکاری میکنن و فلان میکنن، ما میاییم میشینیم اینجا با تمام این التهاب باید لبخند بزنیم و بتونیم یه حرفی بزنیم. ما رو ببخشید به بزرگی خودتون. تا هفته آینده مرحمت عالی زیاد. I'm